احمد باطبی با ما هست، فرمانده نیرو انتظامی. هفته پیش اومد و ادعا کرد که نیرو انتظامی دارای فناوری هست که میتونه تمام ایمیل ها، تمام اس ام اس ها رو کنترل کنه و ادعا کردن که کل محتوای اینترنت رو رد و بدل شدنش رو میبینن. سوال من اینه که آیا زمینه تعقیب در اینترنت واقعا وجود داره، مخصوصا در ایران، و چگونه است این زمینه، یعنی چگونه دولت در واقع میتونه بیاد پیدا بکنه یک نفری اون زمینه تعقیبش رو فراهم کنه؟ اساسا این ادعا امکان پذیر هست، ولی تقریبا چیز غیر ممکنی، به خاطر اینکه شما اگر در یک ثانیه زمان در نظر بگیرید که چند ایمیل از داخل ایران به بیرون زده میشه یا بین در واقع کاربر داخل ایران رد و بدل میشه، یک چیز خیلی بزرگی خواهد بود و برای هر کدوم از اینا باید یک نفر آدم نشسته باشه و بتونه تک تک اینا رو کنترل بکنه. اما امکانش هست که ایمیل هایی که شناخته شده است، مثلا ایمیل شما رو میدونن و در واقع جستجو بکنن بابت ایمیلی که از این در واقع ایمیل فرستاده میشه یا پیامی که فرستاده میشه یا دریافت میشه و به این ترتیب کنترل بکنن، که کاربر میتونه اگر چنین شکی رو داره یه ایمیل جدید بگیره که ناشناسه و به راحتی در واقع رد گم بکنه. اما عموم پیگیری ها و ردیابی ها در اینترنت به صورت آی پی است، یعنی از مسیر آی پی میتونن این کار رو انجام بدن. هر کامپیوتر خانگی و هر وبسایت و یا هر پایگاه اینترنتی یک شماره ای در اینترنت داره که چند رقم دوتایی ستایی در کنار همدیگه است و با نقطه از همدیگه جدا میشه، که در واقع تعریفش مفصله و وقت زیاد نداریم، اما از طریق این اعداد خود شناسه کامپیوتری از طریق این اعداد میشه مشخص کرد که از چه نقطه جغرافیایی در واقع کامپیوتر متصل هست. چند رقم آخر این در واقع آی پی مشخص میکنه که چه کامپیوتری به در واقع اینترنت متصل شده. در ایران چون که عموماً از دیالاپ استفاده میکنن، هر دفعه کامپیوتر حتی برای یک ثانیه هم به اینترنت وصل بشه و دی سی بشه و در واقع جدا بشه از اینترنت، این آی پی تغییر میکنه. ولی امکان این باز هست که اگر بدونن از در واقع تو اون لحظه چه کسی به اینترنت وصل شده، بتونن بیان تلفن اون آدم رو پیدا بکنن و از طریق تلفن به هر حال مکان جغرافیایی اون شخص رو میتونه پیدا کنه. ولی تقریبا کار غیر در واقع مشکلی خواهد بود. در تایید حرف شما یک خبری بود اینجا در ایران پرس نیوز که میگوید که در واقع فرض کرده که حرفای آقای احمدی مقدم درست است و میتونن مثلا رژیم میتونه بیاد بعد ایمیل ها کنترل کنه، اس ام اس ها رو بخونه. آنچه که حکومت میگوید که 21 میلیون کاربر اینترنتی در ایران وجود دارد و اگر قرار باشه هر کدوم از اینا روزی یک دونه ایمیل هم بفرستن، 21 میلیون ایمیل ایشون ضرب و تقسیم ساده کرده، دیدی که یک لشکر 83 هزار نفری جمهوری اسلامی احتیاج داره که روزی 8 ساعت کار کنن اگه قرار باشه 4 دقیقه هر ایمیل رو بخونن. به نوعی در واقع داشته سعی می‌کنه که ثابت کنه که این کاری که تمام محتوا رو بخونن فرض محال است. اما راجع به نظام فیلترینگ در ایران یک مقدار صحبت کنم. میدونم که تو حالا به سبب فعالیت‌هایی که داشتی در ایران مقداری بیشتر، حالا بیشتر از حداقل ما، با اینترنت و نحوه دور زدن سانسور و فیلترینگ در ایران آشنایی. راه‌های مختلفی برای فیلتر کردن وجود داره و تکنولوژی جدیدی هم که آوردن یه مقداری در واقع پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر کرده. اما عموم فیلترها در ایران بر مبنای دومین و آی پی صورت میگیره. هر وبسایت همونطور که گفتم خدمتتون پایگاه اینترنتی داره یک آی پی، یعنی یک شناسه کامپیوتری مربوط به اون سروری که اون سایت بهش متصل است، یک آدرسی که www هر چی به هر حال نام اون وسط و .com.net یا هر چیز دیگه. نظام فیلترینگ ابتدا فیلتر کردن و محدود کردن این آدرس در واقع وبسایت بود و می اومدن حساس میکردن به کاراکترایی که اون در واقع آدرس ساخته شده بود، اون حروف در واقع ارقام رو مسدود میکردن. بعد از مدتی پیشرفته تر که در واقع فیلترینگ ایران شد، آمدن آی پی رو هم فیلتر کردن. وبسایت های مثل اورکات در اون زمان در واقع اولین وبسایت هایی بودن که به صورت آی پی هم فیلتر میشدن. اما در حال حاضر تکنولوژی که به هر حال از چین آوردن و پیشرفته تر هم هست میاد و یک سری پروتکل های در واقع اینترنتی، یک سری پورت های مشخصی که مثلا برای چت استفاده میشه یا آی پی هایی که به هر حال مشخصا برای کارهای در واقع این چنین انجام، اینها رو فیلتر میکنن. برای مدتی که میبینیم به فرض یاهو مسنجر در ایران از کار میفته، اینو تکنولوژی جدیدی که استفاده میکنن. اما به هر حال باز توضیحش مفصل اگر مایل باشی میتونم بیشتر توضیح بدم. در واقع خب مثلا یک سری پورت های وجود داره، مثلا پورت مثلا 8080 یا 8081 میتونن مثلا یک پورت کامل ببندن اگه اونجوری باشه که کل اینترنت قطع میشه. ببینید یه سری پورت ها
پورتای خاصی، یعنی طبق قراردادهای اینترنتی بر مبنای اون اتفاقات خاصی بیفته، مثلا صفحه وبسایت با اون باز میشه یا مثلا برای مسنجر از اون پورت استفاده میکنن. این کارا میکنن و در واقع برای مدتی لااقل زمان کوتاه امکان استفاده از اون رو میگیرن، ولی خب در بلند مدت نمیشه، به خاطر اینکه خیلی کارا هست که خودشون به هر حال نیاز دارن به این کار انجامش، یا مردم نیاز دارن برای در واقع کارهای روزانه و عادیشون، به خاطر همین در کوتاه مدت ممکن اتفاق بیفته. خب حالا ما فرض میکنیم که من حالا یه کاربری هستم در ایران، نشستم به اینترنت دسترسی دارم ولی فیلتر میشه اینترنتم. 10 میلیون سایت رو وزارت ارتباطات ایران با افتخار اعلام کرده که تاکنون موفق به فیلتر شده، فیلتر در واقع کردنشون شده، سانسورشون کرده. چگونه من میتونم این سانسور و فیلترینگ رو دور بزنم در ایران؟ اگر کاربران اینترنتی در ایران اطلاعات خودشون نسبت به مکانیزم شبکه و در واقع ویندوز یا به هر حال اون سیستم عاملی که استفاده میکنن بالا ببرن، خود به خود به راههایی که میشه از فیلترینگ عبور کرد و ساده است در واقع دست پیدا میکنن. اما 4 راه عمومی وجود داره که معمولا این کار رو انجام میدن. یک راه استفاده از IP و پورت های آزاد و سرگردانه که در اینترنت هست. خیلی از وبسایت ها هستن در اینترنت که به صورت روزانه و یا حتی لحظه‌ای IP های آزاد و سرگردان رو در اینترنت منتشر میکنه. اینا IP هستن که مربوط به فرض مثلا شرکت ها یا سازمان هایی هستن که برای در واقع کاربران خودشون یک پراکسی ایجاد کردن که استفاده میکنن، ولی به دلیل در واقع ضعف امنیتی یا هر دلیل دیگه این برای مدت خیلی کوتاه آزاده. این وبسایت ها اینا رو پیدا میکنن و در اختیار شما قرار میدن با یک پورت آزاد، یعنی یک راه ورودی که شما میتونید از اون پراکسی استفاده کنید به یک دنیای آزاد. پراکسی و همین پورت کاری که میکنه میاد بین شما و اون مقصدی که شما میخواهید برید سایت رو نگاه بکنید یا هر جای دیگه دسترسی پیدا کنید قرار میگیره و شما اول به اون پراکسی میدید یا اون سرور و یا اون کامپیوتری که استفاده میکنید میرید و از اونجا به جای دیگه میشید و شما میتونید اینو استفاده بکنید، بیاید در مرورگر خودتون از پورت مشخص و IP استفاده بکنید. موقت بعد از چند ساعت اینو در واقع قدرتشون از دست میدن و میمیرن. این یک راهی بود که معمولا استفاده میکنن، ولی خب در ایران همونطور که شما فرمودین پورت 80 یا 881 8080 عموما بسته میشه بیشتر وقتا و خیلی کم پیش میاد که از این IP بتونیم استفاده بکنیم. دومین راهی که معمولا میشه استفاده کرد استفاده از نرم افزارهایی که به منظورهای مختلف در واقع ساخته میشه و به اضافه VPN ها. و نرم افزاری هستن در اینترنت مثلا Change IP یا Hidden IP، مخفی کردن IP یا تغییر IP. اینها هم همون کار رو میکنن، یعنی نرم افزاری هستن که به جای که شما به صورت دستی برید یک IP رو پیدا بکنید و پورتی رو در واقع مرورگرتون وارد بکنید و بخواید عبور بکنید، این نرم افزار میاد خود به خود میگرد و اینو پیدا میکنه از طریق در واقع جایی که میشناسه خودش و نرم افزار بر مبنای اون ساخته شده و اونها رو قرار میده شما میتونید عبور بکنید. باز هم این کار زیاد در واقع موفقیت آمیزی نیست، به خاطر اینکه خیلی از باز IP هایی که این نرم افزار استفاده میکنه در ایران باز در واقع پورت هایی که استفاده میکنه در ایران بسته است و خب نرم افزار قدرت تشخیص این نداره. شما باید خیلی استفاده کنید، خیلی چنج آی پی بکنید تا یک دونش کار بکنه و در واقع استفاده بکنه. و نرم افزار VPN هستن که در واقع نرم افزارهای امنیتی که در دنیای آزاد از این نرم افزارها برای امنیت شبکه استفاده میکنن. سرورهایی هستن یا کامپیوترهای بزرگی در جاهای مختلف دنیا هستن که به شما این امکان رو میدن با یک نرم افزار ساده که در اختیار شما میذارن و شما باید هزینه پرداخت بکنید، ماهیانه و اشتراک بگیرید و بس میشین به این کامپیوتر. این کاری که میکنه شما رو به حالت یک لوله بین شما و اون سرور ایجاد میکنه، شما تمام اطلاعات از داخل این لوله رد و بدل میکنه. هر کسی که بیرون این لوله باشه نمیتونه ببینه چه اطلاعاتی رد و بدل میشه و شما به صورت در واقع کاملا امن میتونید اطلاعاتتون رو به اون سرور بدین و از اون سرور و هر جای دیگه دنیا که میخواین برین استفاده بکنید. گفتم خدمتتون در دنیای آزاد این به عنوان در واقع امنیت اطلاعات استفاده میشه، ولی میشه ازش برای عبور از فیلترینگ استفاده کرد که بهترین راست. راه دیگه استفاده از پراکسی های وب هست، یعنی وبسایت هایی که بر مبنای PHP یا زبان های دیگر نوشته میشه و به شما این کمک رو میکنه که با وارد کردن آدرس در قسمت اون جعبه و باکس آدرس و کلیک کردن نوع آدرستون رو تغییر بدین و از اون در واقع فیلتری که اون آدرس مشخص شده خارج بشین. مثلا آدرس مثلا جوری که شما بخورید به یه جای دیگه انگار مستقیم نمیدید، ولی آدرستون تغییر میکنه. و یا اینکه در حالت پیشرفته تر میتونه IP شما رو هم تغییر بده. راه دیگه هم وجود داره که در واقع دور زدن فیلتر محسوب نمیشه. مثلا اگر شما در گوگل ریدرتون در یا خواننده گوگلتون در
جیمیلتون، وبسایت هایی که فیلتر شده رو کلیک بکنید و ثبت بکنید، شما میتونید تیتر اخبار و در واقع اون RSS یا به هر حال اطلاعات فیدی که داره رو، اخبار رو به صورت آزاد از اونجا دریافت بکنید. ولی خب به داخل سایت نمیتونید، ولی میتونید محصولات اون سایت رو داشته باشه. یا مثلا سایت، اگه اشتباه نکنم، web2email.com یک وبسایتیه که اگر شما آدرس سایتی که میخواین رو در اون کلیک بکنید و در واقع بذارید و کلیک بکنید، چند دقیقه بعد آدرس در واقع جدا از فیلتر و صفحه آزاد رو برای شما ایمیل میکنه. راه های اینچنین هم وجود داره، ولی این چند راه عموما برای استفاده از فیلترینگ در این استفاده میشه.